همه ما تماشاچی هستیم. کانال تماشاچی رو در یوتیوب دنبال کنید. خبرهای عجیب درباره امیر تتلو همیشه وجود داره. شاید اگه تتلو رو سلطان حاشیه نام ببریم بیراه نگفته باشیم. در آخرین اتفاق تتلو صحبت‌های جنجالی درباره پدر مادرش کرده. ظاهراً مادر تتلو به امید دیدار او به ترکیه اومده، اما مبتلا به کرونا شده. تتلو هم نه تنها به دیدارش نرفته، بلکه گفته کارهای مهمتری از جمله تتوهای جدید داره و نه وقت سر زدن به مادرش رو داره، نه براش مهمه که اون کرونا گرفته. تتلو گفت که نمیخواد از مادرش کرونا بگیره و بمیره. اون همچنین نوشت: من همون موقع که بابای معتادم با ننه بیشورم هر روز دعوا میکردن بالا سرم و ننه هم قش میکرد و کف بالا میاورد و ذهنم رو به هم میریخت، توپم رو برداشتم و رفتم. ولی امشب وقتشه به خودم و بقیه یادآوری کنم که من جز هوادارا و هدفم هیچکی رو ندارم و نداشتم و نخواهم داشت. عرضم به حضورتون، یه آدمی هست که زنش آدم خوبی بوده، دوست داره زنشو، با هم پاکار بودن، این زنشو دوست داره، نمیتونه به من بگه تو هم زنتو دوست داشته باش. زن من جنده بوده، رفته به رفیقم کس داده و در شرایط عرضم به حضورت خوب مالی پی به من گیر داده، منو از هدفم دور کرده. پس اون آدمی که زنش خوب بوده، زنشو دوست داره، نمیتونه به من بگه تو هم زنتو دوست داشته باش. شاید من از زنم متنفر باشم. یا یه موقع یکی رو میبینید از مادرش، از پدرش کلی چیزهای خوب دیده، کلی خاطرهای خوب داره، کلی بهش کمک کردن، این عاشق پدر مادرشه، ولی اون آدم نمیتونه به من بگه تو هم عاشق پدر مادرت باش. شاید من از پدر مادرم جز بدبختی، جز مادر جندگی، جز شیطان بودن چیزی ندیدم. شاید من کلا مادرم رو تو این 4 سال اخیر 5 بار ازش شنیدم، اونم بابت بیماری و بدبختی و بیپولی و گریه و زاری بوده. شاید این مادر بخواد به من ضربه بزنه، همونجور که پدرم یه آدم معتاد بود و همه جا آبروی منو میبرد، مادرم هم یه آدم جندست که همه جا آبروی منو میبره. شما که نمیتونید به من بگید که نه، ما به پدر و مادرمون احترام میذاریم، تو هم به پدر و مادرت احترام بذار، یا نه ما به زنمون عاشقشیم، تو هم عاشق زنت باش. ببینید دوستان، این چیزا شاید برای شما یه ذره غیر معقول باشه، چون شما آدمایی بودید که پدر و مادرتون پشتتون بودن، پدر و مادرتون همیشه همراهتون بودن و یا زنتون دوستتون داشته، همراهتون بوده، بهتون کمک کرده. من آدمی بودم که زنم جنده بوده، رفته به رفیقم داده، در بهترین شرایط مالی به رفیقم تو خونه خودم کس داده. زن من عین زن شما نیست، یا مادر من عین مادر شما نیست. شما آدمایی بودید که مادرتون پشتتون بوده، بهتون کمک کرده. من مادرم اون موقعی که باید پشتم باشه رفت شوهر کرد، رفت شوهر کرد و الان هم شوهرش دلشو زده، پاشده راه افتاده تو ترکیه، اشغالش برسه، کرونا گرفته، به کیرم من نمیتونم 5 تا تتو آرتیست رو ول کنم برم به این جنده برسم. 20 بار به ایشون گفتم آقا تو کرونا کسی سوار هواپیما نمیشه، اینجا هم بیای، من کار دارم، 10 نفر از آنتالیا و اینور اونور زدم، پول دادم، اومدن اینجا برای من تتو بزنن، کارامو بکنن. حالا ایشون اومده اینجا کرونا گرفته، زنگ زده تمام دوستام زنگ بزنن به من که آی نمیدونم برو ننه تو ببین، کست ننش بره بمیره کستکش، به من چه ربطی داره؟ من 1000 تا کار دارم، 1000 تا بدبختی دارم، یعنی چی همچین چیزی؟ میمون تو خونش، از خونه بیرون نمیومد که کرونا نگیره و در همچین موقعیتی من فکر نمی کنم کسی در جایگاه این باشه که بخواد به من بگه این کار رو انجام بده یا بکن یا نکن. چون الان بلند شدم مثلا کوروش به من میگه آی نمیدونم مادرته برو ببینش، در صورتی که کوروش باید بدونه مادر من با من یه سری صحبتهایی داشته. من بهش گفتم که آقا نیاید ترکیه، باز چی میاید؟ اگه مادر منه باز چی اومده ترکیه که کرونا بگیره؟ مگه من نگفتم نیاد ترکیه؟ مگه من نگفتم اینجا خونه من پر مرده، من نمیتونم شما رو ببینم؟ برای چی اومده ترکیه که تو هواپیما این بر اون بر کرونا بگیره؟ مگه من تمام هرچی که میخواستن رو براشون اونجا فراهم نکرده بودم؟ مگه من تمام برای
هوادارم رو نمیفرستادم اونجا که اینا را تنهایی در رو بهشون سرویس بدن. باز چی را افتادن تو ترکیه که کرونا بگیرن؟ حالا اومدن اینجا کرونا گرفتن به درک خودشون هم برن باش کنار بیان. چرا من الان باید گروش رو اصلا بفرستم اونجا کاراشو بکنه که کوروش هم کرونا بگیره بعد بیاد به من کرونا بده؟ گسقلم همچین چیزی. این همه تتو زدم، این همه سال زیر سوزن خوابیدم، 2 سال زیر سوزن خوابیدم که کرونا بگیرم بمیرم. نه خیر، اصلا همچین چیزی نیست. قضیه رو احساسیش نکنید. هر کسی هر کاری دوست داره خودش بره بکنه، به من ربطی نداره. من خودم و نزدیکانم، کسایی که دارم باهاشون کار میکنم، هیچکی حق نداره نه بهشون نزدیک بشه که بعد بره کرونا بگیره بیاره تحویل من بده. نه دوست دارم کسی کاری بکنه، نه دوست دارم کسی محبتی بکنه. میخواین محبت به من بکنید، بیاید به خودم محبت کنید. من تو این دنیا نه مادر دارم، نه پدر دارم، نه عشق دارم، نه زن دارم، نه بچه دارم. من خودم تنها هم. اگر محبتی ازتون برمیاد برای خودم تنها انجام بدید. ایشالله به جایی که رسیدم، به یک موفقیتی که رسیدم، تمام مادرهای ایرانی، تمام همسران ایرانی، تمام جوانای ایرانی رو کمک میکنم و از توش موفق میکنم و سالم نگه میدارم. از توش 100 تا ننه بابا و رفیق و عشق و زن و بچه در میاد. مرسی. خواهش که دارم اینه که لطفاً اصلاً منو درگیر این حواشی نکنید. من هر روز زیر سوزنم، همین الان خودم همه دست و بالم زخمه. باید به فکر تیمار کردن خودم باشم. گول شیطان رو نخورید و دست شما درد نکنه. مرسی که به فکر من و خانوادم هستید. من خانواده ای ندارم، خودم تنها هستم. هر کی هم میاد این وسط مفری کنه، لطفاً قاطی مفریش نشید. ممنون. قربان شما. خداحافظ. نظر شما درباره صحبت‌های امیر تتلو و برخوردش با مادرش چیه؟ نظرات خودتون رو در قسمت کامنت با ما مطرح کنید و کانال تماشاچی رو سابسکرایب کنید. همه ما تماشاچی هستیم. کانال تماشاچی رو در یوتیوب دنبال کنید.